حاجی نورالدین عراقی تو احوالاتش هست اومدن بهش گفتن فلانی مرد گفت نه مرد زنده گفتن آقا مرد گفت نه مرد زنده است بعد گفتن چرا این حرفو میزنی گفت صداشو از برزخ نمیشنوم ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتصب و ملعون و منفور ایران گفته تا پای جان از حق دفاع خواهیم کرد و از نظر ما حق مطلق حکومتی است که برای دفاع از دنیا برخواسته و ابرقدرت‌های ویرانگر رو در زمره و لیست از بین رفتگان آیندهش قرار داده رئیسی در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون مجلس داشته بدون اشاره مستقیم به پوتین و روسیه اما در جواب پرسشی که از او در این زمینه شده این حرفا رو زده زمانی که از او پرسیده شده آیا نفع جمهوری اسلامی در حمایت از روسیه است یا خیر پاسخ داده ما به نفع و منفعت در این زمینه کاری نداریم چیزی که برای ما مهمه دفاع از حقه که از نظر ما حق مطلق حکومتی است که برای دفاع از دنیا برخواسته و ابرقدرت‌های ویرانگر در لیست از بین رفتگان آیندهشه البته که همه ما در جریانیم که جواب همه پرسش‌ها با فریبکاری داده میشه در این زمینه هم قطعا برای نظام پلید جمهوری اسلامی نفعی در حمایت از روسیه و پوتین وجود داره البته فقط برای نظام ما چه نفعی از این رابطه بردیم به جز خریدن بنجل هایی که نه به درد دنیامون خورده نه به کار آخرتمون میاد در زمانی که اقتداری داشتیم و زبانی گویا البته روزها منبع خیر شدن و در مقابل دریافت گاز زباهن به ما دادن اما امروز که در موزه قدرت نیستیم نظام پلید و منفور جمهوری اسلامی 700 میلیون دلار به اونا داده تا چهل تا منظومه موشکی ازشون بخره اونم از نوع پسترینش که روی سکوهای متحرک کار گذاشته میشه در واقع نه به نفع ملت ایران بلکه به نفع حکومت جنایتکار و بیمار در رأس ایران به منظور انجام جنایت های بیشتر در سطح دنیا چندی پیش نوبت شهرهای ما در خوزستان بود دیروز حلب و حاشیه دمشق و حالا هم نوبت اوکراین اما اینها همه در حالی است که در خانه پدریمون نایب امام زمان و اطباعش، چنان دل به ولادیمیر بستن که حتی تحمل یک مصاحبه کوچیکم هم ندارن. سفیر اوکراین در تهران در مصاحبه با روزنامه آسیا بند از دل پردرد گشود و گلمند از موزگیری های جمهوری اسلامی حرفایی رو زد. از طرفی حسین شریعت مداری نماینده سید علی ای و بازجوی سابق و لاحق وزارت اطلاعات با نقل چند عبارت سرگی بردیلیاک نوشته سرگی بردیلیاک در گفتگو با ایرج جمشیدی مدیر بعد سابقه روزنامه آسیا که از سوی روزنامه شرق هم باز نشر شده گفته بوده مردم عادی ایران از اوکراین حمایت می وقتی ماشین ما رو با پرچم اوکراین میبینن فریاد میزنن اوکراین پیروز میشه بعد از وقوع نبرد در او اوکراین همه کشورهای آسیای میانه و خاور میانه کمک های بشر زیادی فرستادند اما از ایران حتی یک ریال هم دریافت نکردیم مدتی پیش در جزیره قشم تانکرهای نفت رو دیدم که منتظر مشتریان چی میشد چندتا از این تانکرها را از طریق لهستان و رومانی برای کمک به اوکراین میفرستادی در این صورت مایه غرورتون میشد که به یک کشور نبردزده کمک کردین فرض کنیم سال آینده مشکلاتی در روابط با روسیه به وجود بیاد و سال بعد بخواین مواد غذاییتون رو از اوکراین تعمین کنین اوکراین از شما خواهد پرسید که تا حالا کجا بودید چهل و سال فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل اهل ولایت وقی گوش عالمی رو کر کرده اگه مثلا در یالغوزاباد بورکینافاسو مسلمانی از روی خر بیفته و تلفشه، شه توتیان سخنگو و کلاقان قلم و میکروفون به دست جمهوری وقیهان فریاد وا ها و وا اسلاما برمیدارند که بله کار کار شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار و صهیونیست های جنایتکار بوده و چون این برادر مستضعف آفریقایی نور ولایت در دل داشته شیطان بزرگ اونو به شهادت رسونده حسن خرس الله حزب اللهی عطسه میکنه سید علی آقا شب خوابش نمیبره و میرزا علی اکبر طبیب و حضور و یا دکتر علی رزا مرندی پدر رو به عیادت میفرسته اما حتی نیم نگاهی به پیکر سوراخ سوراخ شده صدها شهروند اوکراینی نمیندازه که هر روز ده ها نمونه یا اون در روزنامه های بین المللی به چاپ میرسه و یا در تلویزیون های ماهواره عرضه میشه. قبلا ها ضرب مسئلی بود که میگفتن کبوتر با کبوتر باز با باز. حالا اما کلاق با لاشخور میل پرواز. اما نکته ای که در این به اینجای شگفتی داره و در عین حال آشکار میکنه اینه که هر کدومشون یا اجداد تاهرشون جرعه از آب رودخونه مسکو رو نوشیده باشن نمیتونن سر از سر سپردگی بردارن به عبارت ساده تر فرقی نمیکنه ارباب کرملین لنین باشه یا استالین گورباچوف باشه یا ولادیمیر پوتین وقتی میبینیم مزدوران بیکفایت رژیم از لگد اندازی های گاه به گاه پوتین به سوی آمریکا و اروپا به وجد میان و برای پوتین سه بار سلوات میفرستن و جهت سلامتی و پیروزیش سفره ابوالفضل نظر میکنن ساده ترین دلایل دلبستگی اهل ولایت وقیه به رو درک میکنیم در واقع بدون رودرواسی میشه گفت مسکو بار دیگه جایگاه بین رو به عنوان قبله کتوله های سیاسی از تیره رئیسی و خامنه و بشار اسد تثبیت کرده کتوله های سیاسی البته فقط اونا نیستن که بر عریکه قدرت تکیه زدن بلکه همه ی اونایی را شامل میشه که هنوزم به ذریح مرحوم اتحاد شوروی سابق دخیل میبندن و بر این باورن که پوتین میتونه گره از بخت فرو بسته اونا باز کنه و با معجزه هایی که در آستین داره آمریکای جهانخوا رو با سه تا فوت به خاک سیاه بنشونه امروز روسیه بار دیگه در هیئت همون خرسی ظاهر شده که جای دندوناش بر میهن ما حداقل از عهد خاقان مقفور باقی مونده. راهپیمایی ما چه کمکی میکنه بهش؟ راهپیمایی ما تو این چهل سال یه بیداری جهانی و اولا بیداری اسلامی درست کرده و خصوصا مستمر بودن این راهپیمایی تونسته آثار بین‌المللی خودش رو به جا بگذاره حتی در اروپا جریان ضد صهیونیستی رو تقویت کرده حتی جرأت داده به قدرت‌های جهانی قدرت‌های مختلفی که تو جهان هستن که علیه صهیونیست‌ها موضع بگیرن حالا الان وقت تفصیل این مسئله نیست جدای از این من به آثار جهانی قطعی و آثار منطقی قطعی این راه پیمایی ها کاری نداشته باشم به آثاری که در فلسطین اشغالی برای مردم غزه به عنوان نمونه و دیگر مردم ایجاد کرده که اونها این اخبار به گوششون میرسه و روحیه میگیرن بدون اینکه ما سرباز باز اعزام بکنیم خواب رو حرام کردن بر صهیونیستا سهیونیستایی که میخواستن ما رو به مثلا آتیش بکشن کشورمون رو الان باید فعلا ببینن میتونن کشور خودشون رو بکنن یا نه بس. کشور که مال اونها نیست این در واقع منطقه خودشون ها. راه ماهی یه اثر دیگه داره غیر از این آثار که قضیه و اون هستش که بچه های ما آدم های ما رو دیده جهانی بهشون میده چقدر زیباست چقدر با شکوهه امام مردم ما رو به چه رشدی رسوندن مردم میان در ارتباط با حساس مسائل جهانی وقت میزنن با زبان روز فریاد میزنن خیلی نه مردم سالارن سرورن اینا اینجا داره تربیت سربازان آقای امام زمان علیه السلام میشه که میفرماد اکثر فرماندهان جهان رو امام زمان از ایرانی انتخاب میکنه اونا تربیت شده همین تزارات های روز قدس هن. درود بر شما سپاسگزاریم از اینکه ما را همراهی میکنید با سابسکرایب کردن و فشردن زنگوله به بقیه هموطنان برای شنیدن این خبر کمک کنید